بشم به شم هشم نعصه و نسلی اختورا سیوالانو مشه مراشاق هیلت یعقوب به ازرت هشم ایدبارخت پاراشای تزریه هستیم فصل دوازده پاسوق یک ویده بر ال المشه لمر فرمود خداوند به مشه اینطور دب برد به اسرائیل لمر صحبت کن به بین اسرائیل این چنین ایشا کی تزریه زنی هرگاه تخمریزی کند کند یال دا زخار و پسری رو به دنیا آورد و ناپاک باشد هفت روز چون ایام ندایی دردناکش ناپاک باشد آره برای خیلی مقادش می فرماید دب به نیترای لمر تم امرو لمر پم شنید چرا یک بار در پاسخ یک گفته لمر و یک بار در پاسخ دو لمر گفته لازم نبود اولای کلیوت چه میسوا زو ایقار از هاراتایی ایل شاید بگیم این میسوا مسئله تو و ترایی زن زاو مربوط است اصل اختارش به خانوم ها به لازه لمر پس لمر گفته لناشیم به خانوم ها که مواظب باشن در این موضوع یعنی لمر از لفظ آمر میاد و لفظ امیرا لفظ نرم و آرامه که با خانم ها آرام صحبت کن همونطوری که ما قبلا خوندیم کتومر لبه یعقوب این چنین بگو یعنی این لغت تومر از آمره با آرامی صحبت کن با خانم ها اودیت باید الپیمش آمرو و دیگه توضیح داده شده بعد چیزی که گفتن در سیفره به اسرائیل به این یانزه و نگویم به این یانزه میگه دبر ال به اسرائیل صحبت کن به بین اسرائیل بین نگوییم با این یازه و ملحت های بودپرست در این موضوع نیستند یعنی توما و برای اونها وجود نداره اتکان بلازه امر به خاطر این گفته لمر لاشون ایمروت و روم موت لفظ لمر که از آمر میاد لفظ ایمروت از سروری و آقایی است زیر نبیست توضیح میده که ما داریم در تورا می تدونای همر تا ایوم و دونای امیر خواه ایوم دیباریم کافا پاسخ 17 و 18 است میگه خداوند رو امیر کردی سرور کردی امروز و خداوند نیست تو رو امیر کرد و اینجا پس لفظ آمر از امر و به سلا سروری است ما تو فارسی هم میگیم امر بده یعنی دستور بده پس آقایی که دستور میده سروره اینجا هم لمر لفظ آقایی و سروری است که جامعه اسرائیل رو میخواد بزرگ کنه به این و این موضوع شیطنا به اسرائیل که قرار داده که باشه در جامعه اسرائیل و نه در ملت های بود پرست خب ممکن بود توضیحن ممکن بود بگیم خب اینکه اسرائیل ها ناپاک میشن و ملت های بود پرست نه پس این بوده برای جامعه اسرائیل اول صد معلوم میگه برعکس این از جنبه مقام و احترامی است که خداوند همیریمو سرور کرده ملتش رو چون که جامعه اسرائیل پاک هستند بنابراین مسورا و سارعت اونها رو ناپاک میکنه پس باید پاک بشن و برگردن به اون قدوسیت, اول قدوسیت, اولشون در حالی که ملت های بود پرست این چنین نیستن و شهن ساعت سراعت اونها رو ناپاک نمیکنه بیشتر از اون چیزی که هستن که نفشان به گفام تامه به اسم زیرا ملت های بود پرست جانشان و وجودشان ناپاکه و برای اونها تهارت از ناپاکی وجود نداره پس اینجا ما دوتا دلیل برای لغت لمر یاد گرفتیم یکی اینکه که لمر از لفظ آمره آمرم لفظ نرمه و آرامه با ها به آرامی صحبت کنین قوانینی که مربوط به بعد از زایمان هست و نکته دیگه لمر از ایمروت امر و سروری میاد که فرمایت این یک برتریش برای جامعه اسرائیل نسبت به ملتهای بودپرست که اونها یه چنین نکته ای رو ندارن و اونها ناپاک هستند و در ناپاکی خودشون قرار دارن پس سوق میفرماید ایشان که ویال دازاخار تاریخ لا لازمه بدونیم چرا لازم شده بگه کی تزریه و یال دا؟ و قناعت نکرده به اینکه ایشا کی تلت زاخار میتونست بگه زنی هرگاه متولد کند زاخار و ربوته نوزال در نیده داف ممودیشون اختلاف دارن در توضیح این مطلب خخامی میفرما لمعت یو سه میخواد بگه تزریه و یال دا. میخواد بگه که متولد بشه در همان جایی که محل تزریه و تخم است. کی ساریخ ریو تلدا بیم خو مزریا ولی شما میفهمه لبل ربات یلادت و ماخوی ولی شما نظر دیگری داره میخواد بگه این به اصطلاح تولدی که کرده بچه‌ای که به دنیا اومده میخواد این رو اضافه کنه که بچه خب سالم نبوده و حالت مخوی داشته از بین رفته بوده و اینجا هم باز جنبه ناپاکی وجود داره البته تحت شرایط و قوانینی که هست به عدیش و دیگه است های میلین یعنی برای خدای ما در توضیح این طورا دلایل و تفسیرهای دیگری هم هست به هایی رو در حالی که توضیح میده چرا تغییر داده کاتوب لشون و لفظش رو که صحبت کرده لدبر لاشون آتید تزریه تزریه یعنی آینده است تخمریزی کند به عمر پایان داده و گفته به یالدا به یالدا گذشته است و نه گفته و تلت همونطوری که در ادامه میبینیم که پاسخ پنج گفته این نقوات علت اگر دختر به دنیا بیاره اگر هم شهید با کتوبیم بریم به سه درزه ممچنین که ما خیلی پاسخ داریم که این چنینه که گذشته رو به جای آینده گفته و جای تعجب نیست ولی با وجود این داوار یگیدو یک مطلبی رو به ما میخواد یاد بده در شنوت لاشون در تغییر دادن این لفظ که چرا تزریه رو لفظ آینده گفته ویالدا رو لفظ گذشته گفته لامامر ویالدا شمشم ودای و دیگه اینکه گفته ویالدا یعنی مفهوم حتمه که حتما ویالدا زاخار پسر میاره و نگفته این تلت زاخار اگر متولد کنه زاخار که اینک حتمی نیست الان که معلوم نیست که حتما پسر باشه بیشتر از دختر به یش نومه بنابراین باید بگیم که شاید این جواب رو بدیم که بگیم کی تزدیه کی رو معنی کن اگر اره کی مشت ایم کی معنی ایم یعنی اگرم میده و ادامه میده در پا... پا... پایین با ویالدا یعنی اینکه ایم رو معنی میکنه اگر پسری رو به دنیا بیاره و میفهماد این دو خق این جواب خیلی محکمی نیست و هنوز ما نتونستیم جواب اصلی رو پیدا کنیم و ربطه آمرو خخامیم در گمارای نیدا داف لامدالف در فصل همه پلت و در هاروه در گمارای برا خود داف سامخ می که آیشا مزرعت خیلا اگر زن تخمکش رو آزاد کنه اول یولد زاخار این زاخار خواهد بود ولازه آمر و یالدا زاخار و به خاطر همین گفته ویالدا یعنی تولد کرد دیگه تموم زاخار و این حتم گفته پس تزریع به زن برمیگرده که اول او تزریع کنه این پسر میشه اگه چه دارش همچنین که داراش کدری بی صادق این داراش رو از پاسوق و دینا بی تو. یعنی این پاسوق کاملش رو خدمتون میخونم به منوا پاسخ تتواب هست ال بن الیا این هستن بچه های لیا. که تولد کرد برای یعقوب که رو میگه پسرها رو بعد میگه و دینا بیتو دینا رو وابسته میکنه به بیتو به یعقوب بینو تا تو وابسته کرده پاتو کاتو پاسخ زخاریم رو به نقبوت این ها هستن پسران الیا. پس پسرها رو به الیا نقبوت به زخاریم اومده دخترها رو به زخاریم به مرد به پدر وابسته کرده گفته ات. دینا بیتو بیتو به دختر یعقوبابینو میخواد بگه که میخواد به ما همین مطلب رو بگه که اگر مزری خیلا اگر مرد مزرعت خیلا باشه میشه نقاب با موقعی که زن مزرعت خیلا این زاخار خواهد بود نیر کی شام ان یا دو اتمتلی اگه بخوایم ما از اونجا پاسخ برشید که بنلی ها رو گفته به دینا بیتو رو گفته یاد بگیریم مشخص نیست که چه صورت چه حالتی هست که پسر میشه اینجا مشخص نبود و اینجا در پاشای تزریه و کان گیلا اکاتو آشکار کرده پاسخ تعمت لیا این دلیل وابسته پسر شدن یا دختر شدن که تزریه ایشا که تزدیگه تخیلا به لوسرخ لومر تخیلا یعنی اینکه میخواد به ما بگه لغت تخیلا رو لازم نداره که بگه همین که گفته ایشات تزریخ یعنی این تخمک از طرف زن آزاد شده و اینجاست که برای ما مطلب رو مشخص کرده لغت تخیلا هم لازم نیست چون گفته ایشاکی تزریه شیم لوکن که اگر این چنین نبود مد کل پانیم شاریخ تزریه بین لیلدت زخار بین لیلدت نقبا که اگر اینجور نبود به هر صورت لازمه که تخمک آزاد بشه چه از برای پسر چه برای دختر و اینجا که گفته ایشاکی تزریه منظورش زریعات خیلاس یعنی آزاد شدن تخمک از طرف زن اول و این باعث میشه که زاخار بشه لویس پیخ پاسوخ زه و قناعت نکرده این پاسوخ به تنهایی و لازم شده که دینا رو هم دینا بیتو هم بگه که ما اینجا فقط در مورد زن میفهمیدیم ولی للمه دلیش میخواد در مردم بگه که مزری اتخیلانی اول اگر او ارزا بشه یولدت نقبا اون نقبا خواهد اومد و اینجا این مسئله تو پارشای تزریه ذکر نشده امیدواریم که به زخوت را بارخنی و تمام صدیقیم که دولیم. تهوریم قدوشیم و اونا که عزیز در درگاه قدوش دشوارو خواستن اونهایی که فرزند میخوان خداوند فرزند سالم و صالح به همه اونها بده و دامان اونها به ذرهل قیامت ساز بشه به زودی زود آمین یراستون